سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 مای تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. در روشان 7 افسر آمان و 20 عضو گروه یادگار غلام‌حیدرف غیب زدند. باخر و دو ساکن دیگر برخورغ را به خاک می سپارند. سیر و گشت آخرین باخر، تفصیلات قتل لیدر غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، نشر رویخط 46 ساکن بازداشت شده روشان، روان شدن 3 جوان، جزئیات جوانمرگ شدن امسنفان در عینی، 3 حادثه ناخوش، غرق شدن 2 کس در اشکاشم و دوشتیچ و مرگ فوجوی 1 مرد در مرکز دوشنبه. و اکنون تفصیلات خبرها. رادیوی آزادی با تکیه معلومات یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خورو خبر داد که در پی حوادث اخیر 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوص آمان در نزدیکی روشان به نشان شدند و سرنوشت آنها معلوم نیست. همچنین 2 منبع بدون ذکر نام به آزادی خبر دادند که 17 مسافری که روز 18 مای در روز شروع عملیات اربیل در نویه روشان از دوشنبه به قصد ولایت مختار کوهستان بدخشان برابر آمده بودند، اینک چند روز باز به نشان شدند. آزادی میگوید در این باره مقامات تا کنون هیچ اطلاعی نشر نکردند. همین طور آزادی خبر میدهد که یادگار غلام‌حیدرف، یکی از فرماندهان سابق تابع میرزا زیایف، با تخمینا 20 نفر دیگر نوپدید است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا در جستجو قرار داشتن 8 نفر از اشتراکچیان فعال ناهرمی های خورغ تصدیق کرده بود، ولی از آنها نام نبرد. این وزارت یادگار غلام‌حیدرف را از جمله نفران نام برده است که در ناهرمی های روشان نه فقط اشتراک بلکه این اعتراض ها را رهبری میکردند. وزارت کارهای داخلی گفت روز 18 می در نتیجه حمله این گروه به کاروان ماشین های واحد تعینات مخصوص، یک افسر به هلاکت رسیده، 13 خدمتچی حربی جراحات وزنین برداشتند. وزارت کارهای داخلی گفت از طرف مقابل 8 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. ولی ساکنان نوای روشان میگویند نیروهای دولتی بالای اعتراضگران بی‌سلاح تیر کشادند که باعث کشته و زخمی شدن 10 نفر شد. سازمان ملل متحد اخیرا با تکیه به منابع معتمدش شماره کشته شدگان را در جریان حوادث اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 40 نفر گفت. در آخرین تحول نیمه دوم روز 22 مای، محمد باقیروف معروف به باقر که مقامات او را رهبر اساسی اعتراضهای اخیر می نامید، به طور مرموز کشته شد. وزارت کارهای داخلی گفت باقر در جریان مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد، ولی منابع دیگر می گویند که او را افسران نهادهای مخصوص کشتند. بنابر اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد از شهر خورغ، روز 23 مای سال 2022 در محله برخورغ، محمد باقیروف معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان و 2 ساکن دیگر برخورغ را به خاک می سپارند. این 2 نفر که باقر را امرایی می کردند نیمه دوم روز 22 مای در برخورغ کشته شدند. به پایگاه خبری بامداد هنوز میسر نشده است که نامهای آنها را معین کند. ساکنان خورغ میگویند نیمه اول روز 23 مای روی طرف بازار شهر باز بوده، ولی روی طرف برخورغ همچنان بسته است. به احتمال غالب مقامات نمیخواهند در مراسم دفن باقر و یاران او مردم زیاد گرد بیاید. در چه شرایط کشته شدن باقر و 2 ساکن دیگر برخورغ همچنان ناروشن باقی میماند. مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 22 مای خبر داد که باقر ساعت 17:30 دقیقه در محله برخورغ بالا بر اثر مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد. ژورنالیستان مستقل انورا سرکورو و رستم جونی که حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان رو پیگیری میکنند، در صفحه هایشون در فیسبوک با استناد به شاهدان برخی تفصیلات چی گونه کشته شدن محمد باقیروف معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان و 2 ساکن دیگر خورغ نشر کردند. بنابر اطلاع آنها باقر که روزهای اخیر تحت فشار شدید قرار داشت و به دلیل تعدید هدف دائمی سنایپرها قرار داشتنش قریب از خانه بیرون نمی برآمد، نیمه دوم روز یکشنبه عزم کرده است که کمی در کوچه ها سیر و گشت کند. رستم جونی می نویسد 22 مای نزدیک به ساعت 17:00 دقیقه گفته است می خواهد در هوای تازه بگردد. خانه به زندان او تبدیل یافته است. از این شیوه خسته شده است. مردم نیز گرفتار وضع او هستند. او به اصرار و زوری و تولای جانبداران که زد بیرون آمدن او بودند اهمیت نمی دهد و می گوید
میخواتن و در کوچه های کودکیش سیر گشت کند، هیچ کس از پایش نوید. او پیاده از خونش که در محله بارخورغ واقع است بیرون میوید و شروع به سیر خود میکند. سینا از امراهان دویمش مخفیانه از پایش میرود. چون محمد باقر به مکان بوین میرسد، یک پیکاپ که نیروهای زودعمل حکومت به آن میگردند یک بار پیدا میشود. از داخل آن چهار سرباز سیاه‌پوش بیرون شده از چهار افتمد باقر را تیرپران میکنند. خورشید از ساکنان این محل این وضع را میبیند و میخواهد با تن خود محمد باقر را پوشاند. سربازان او را هم میپرانند. این وقت سینا هم به امداد میرسد، اما مقابل سربازان مسلح با دست خالی چی میکرد؟ قاتلان به ماشین سوار شده از جای حادثه غیب میزنند. سینا جراحات برداشته، حال و وضعش وزنین است و در بیمارخانه قرار دارد. جسد محمد باقر و مردم بعد رفتن قاتلان گرفته به خانه اش میبرند. این حادثه را ساکنان محلی بوین میبینند و به ما نقل کردند. معلوم نیست که افراد سلوبدست کی بودند. رستم جانی و انوره سرکار و مطمئنند که آنها از نیروهای ویژه اند، ولی وزارت کارهای داخله تاجیکستان قبلا گفته بود که باقر و نیمه دوم روز 22 می در بارخورغ در جریان مناقشه بین امدیگری داخلی کشتند. وزارت کارهای داخله از این بیشتر اطلاع نداد که باقر را کی کشته است. این نهاد تنها گفت که این قضیه را دوستونی ولایت مختار کوهستان بدخشان تحقیق میکند. منابع بامداد قبلا گفته بودند که باقر و دو تن از یارانش را سنایپر هایی که چند روز در محله بوین در روبروی بارخورغ خیمه زده کمین گرفته بودند پروندند. باقر فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین که بعد امضای سازشنامه سال 1997 فرمانده قسم مرزبانی در مرز با خطای تعیین شد و رتبه پلکوونی گرفت، یکی از پرنفوذترین لیدرهای غیر رسمی ولایت بدخشان به حساب می رفت. تای چند ماه اخیر مقامات تلاش داشتند که او را دستگیر کنند. باقر هم این طور از سوی مقامات برابری و سرپرستی اعتراضهای اخیر در خورغ عیبدار شد. در جریان سرکوب کردن این اعتراض ها ده ها نفر کشته و زخمی و بیش از 100 تن دستگیر شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. وزارت کارهای داخله تاجیکستان روز 23 مای سال 2022 به دنبال نشر رویخط 19 ساکن نویه روشان که گفته می شد بعد اعتراض های اخیر خودشان اختیارن به مقامات تسلیم شدند، رویخط باز 27 ساکن روشان را که گفته می شود از جانب مقامات دستگیر شدند نشر کرد. در این رویخط چند خیشاوند فرمانده سابق قسم مرزبانی خلباش خلباشف، همچنین خیشاوندان و اعضای دسته های قل محمد پلایف و یادگار غلومیداروف نیز هستند. قبلا گزارش شده بود که یادگار غلومیداروف با حدود 20 تن از طرفدارانش فرار کرده است. خلباش خلباشف را روز 18 مای در اسفرت دستگیر کرده و دوشنبه آوردند. یادآور میشویم روز 17 مای چند صد ساکن روشان در مرکز این نویه شهرک ومر اعتراض کرده راههای دوشنبه خورخ قلمه را از سه جا بستند. اعتراضگران گفتند هدفشان از بستن این راه استراتژی ممانعت به انتقال نیروهای ایلوگی به شهر خورخ است. مقامات صبح 18 مای با طلب کشادن شورا در نویه روشان عملیات حربی را برو انداختند و خود امان روز از سرکوب اعتراضهای اخیر خبر دادند و گفتند در روشان یک افسر میلیسه و 8 ساکن این نویه کشته شده و 11 ساکن زخمی شده، 114 اشتراکچی فعال ناورمی ها دستگیر شدند. ساکنان میگویند شماره کشته شده ها و زخمی ها به مراتب بیشتر است. مقامات میگویند جریان عملیات در روشان کسی از اهالی آسایشته آسیب ندیده است، ولی ساکنان ومر میگویند که مقامات بالای اعتراضگران بی‌سلاح تیر کشادند. ساکنان دهه خوشکت نویه عینی به اداره پایگاه خبری بامداد عکس های امینوف احرار و اودینایف قلندر خوانندگان صنف 11 مکتب میانه رقم 49 را فرستادند. احرار و قلندر که همگی 18 سال داشتند صبح 21 مای در یک صدمه مرگ‌آور به هلاکت رسیدند. قبلا گفته می شد که خوانندگان صنف 11 گویا ماشین پدر یکی ازشان را به مقصد سیر و گشت گرفتند، ولی در آن دچار صدمه شدند. ولی بنا به آخرین معلومات دریافتی در اصل قربانوف افق ساکن 24 ساله دهه رز نویه عینی و پیش خدمت طرفخانه شام بخارو صبح 21 مای ماشین آشپز این طرفخانه واقع در شورای دوشنبه خوجند را بی اجازت گرفته در راه احرار و قلندر را هم به ماشین تمغه اوپل استرا سوار کرده است. کمیته اولاتوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در موضع سروده ماشین انگام حرکت به سمت مرکز نویه به دریای فون سر و زیر شد.
راننده به زودی خود را از ماشین به بیرون وا میگید و با جراحات وزنی جسمانی در بیمارستان بستری می شود، ولی دو مسافر آن در جای حادثه به هلاکت می رسند. کمیته حالات فوق العاده گفت جستجوی جسدهای آن دو نورس از دهه خوشکت تا حال نتیجه نداده است. ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت خبر داد که ماشین در کیلومتر 118 در پاولوی دهه پتر از برنده 40 متر به فوندریو چپه شده است. اکبر شریفی سخنگوی ملیس ولایت سوخت خبر داد که بزد قربانالی افاقوف با اتهام غیر قانونی راندن ماشین متعلق به نفر دیگر و را دادن به صدمه ای که باعث مرگ دو نفر شده است پرونده گشودند. تنها در هفته گذشته در روهای تاجیکستان در 9 صدمه 12 نفر جان باختند. روهای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر شمرده می شوند. بنا به امور رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در روهای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیدند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های نوخوش روز. یک ساکن 29 ساله دهه زوفگند نویای اشکوشم هنگام نجات همسر 25 سالش که بر اثر مناقشه اویلوی خود را به دریای پنج اندوخته بود به هلاکت رسیده است. بنا به گزارش ریاست حالات فوق العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان، این اویلای جوان صاحب 3 فرزند بودند. سبب مناقشه معلوم نیست. در خبر گفته می شود که مرد وقتی که همسر غرق آبش را می بیند خود را به آب دریای پرخروش پنج هوا می دید و همسر دست به خودکشی زده را نجات می دید، ولی خود در آب غرق می شود. جسد مرحوم را ساکنان دیهای ورنگ جماعت دیهات ورنگ از دریای پنج پیدا کرده و به خویشاوندانش سپریدند. ریاست کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت از پیدا کردن جسد یک ساکن 18 ساله دهه شاهان جماعت دیهات اسماعیل سامانی نویه دیوشتیج خبر داد که روز 20 می سال روان در رود سیر غرق شده بود. بنا به خبر سبب غرق آب شدن این جوان 18 ساله معلوم نیست. نجات دهندگان ریاست کمیته حالات فوق العاده در ولایت سوخت بعد راه اندازی کارهای جستجویی و نجات جسد مرحوم را ساعت 17:35 دقیقه پیدا و به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. جریان حادثه از جانب مقامات صلاحیت دار تحقیق می شود. در یک بنای بلندی آشیانه ساختمانش ناتمام در شهر دوشنبه مرد افتاده به هلاکت رسیده است. حادثه 22 می تقریبا ساعت 9 سحر در بنای ساختمانش ناتمام روبروی چایخانه راحت رخ داده است. یکی از شاهدان به پرس تیجی گفت که سحر بوران سخت بود، مرد از آشیانه بلند به زمین افتاد و در جایش به هلاکت رسید. آدمان زیاد جمع آمده بودند، از مقامات میلیسه نیز حاضر شدند. گفته می شود که نام این مرد امید و تقریبا 40-45 ساله بوده است. این فلاکت در حال صورت گرفت که یک شنبه استراحت و همزمان بارون بود. مقامات این حادثه را تا حال رسما شرح ندادند. از نوعی شارنف در باره در آب کانال ایسار غرق شدن دو پسر بچه 13 ساله و 14 ساله خبر داده می شود. این نابالغان ساکنان دهه سوده جماعت دهات باغستان این نویه بودند. مدت دو روز آخر کارهای جستجوی جسد نابالغان ادامه داشت. روز 22 می جسد یکی از آنها پیدا و به والدانش سپرده شد. جستجوی جسد نابالغ دیگر ادامه دارد. سبب مرگ آنها بی‌نظارت والدان و رعایت نشدن قاعده های شناوری عنوان شده است. این حادثه تخمینا ساعت 12:20 دقیقه روز 20 می رخ داده است. بنا به امور کمیته حالات فوق العاده سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان 155 نفر جان باختند که 75 نفر آنها نابالغانند. 21 می سال 2022 تخمینا ساعت 22:00 دقیقه راننده اوتوماشین تمغه واز 21099 محمد نظروف خولبوی سال تولدش 1948 ساکن نویه ظفرآباد انگام حرکت در روی ماشینگرد ظفرآباد خوجند در کیلومتر 12 از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به اوتوماشین تمغه مرسدس پرینتر تحت اداره راننده عثمانوف شیرزاد سال تولدش 1993 ساکن نویه جبو رسولوف برخورد است. در نتیجه راننده اوتوماشین واز 21099 محمد نظروف جراحات وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر اوتوماشین مذکور نابالغ محمد نظروف نوبهور سال تولدش 2013 جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. 20 می سال 2022 تخمینا ساعت 12:30 دقیقه راننده اوتوماشین تمغه تویوتا کارولا حلیمزاده دلشاد سال تولدش 1970 ساکن نویه واسه هنگام حرکت از سمت شهر کولاب به سمت شهر دوشنبه
در حدود شهر وحدت از عهده اداره واسطه نقلیه نبر اومده پیادهگرد نابالغ احمدوف مصلح الدین سال تولدش 2013 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ احمدوف جراحات جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت میرسد. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه مومن آباد با عریضه مرد 42 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل جزودان 11000 سامانی دزدیدند و از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چوربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله ساکن نویه واسه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبر بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bamdad.com خوش باشید.